شما ببینید من کنار کی ایستادم. شما ببینید من افتخار اینو داشتم که کنار کدوم عزیز ایستادم که خیلی وقت هم هست ما نمیبینیمشون توی آثار هنری و دلمون تنگشونه. جناب آقای ایرج نوذری عزیز، آقا درود بر شما. زنده باشی عزیزم. به نام یگانه عشق و هستی و با رخصت از سلطان هنر ایران زمین، استاد منوچهر نوذری. آقا چه خبر، کجا این شما؟ ما کی قرار شما رو توی قاب سینما، تئاتر یا تلویزیون ببینیم؟ این شرایط موقعی قشنگه که همه چی خوب باشه، موضوعا قشنگ باشه، تکراری نباشه و شرایط خوبی باشه، باندبازی نباشه. داشتن یک گروه خیلی خوبه، در خارج هم بابه، اما باند قصهش فرق میکنه. باند وقتی تشکیل میشه شما به زور یه سری عوامل یک کاری رو میخوان انجام بدن، اما وقتی گروه هست ما یه گروهی با هم کار میکنیم. اگر تو اون گروه نقشی هم به کسی نخوره، اون وقت یک شخص جدیدی رو میاریم بهش امکان بازی میدیم، بهش امکان ابراز وجود میدیم. اینجوری نیست که بسته باشه قضیه، خیلی مفصله، نمیشه در چارچوب این مصاحبه و این گفتگوی کوتاه ما نمیگنجه، اما خواستم اشاره بکنم. خب کارا ضعیفه الان، کارا تکراریه، باندبازیه. بعدم من به مردمم دروغ نمیگم، چون اگر بگم اول به خودم دروغ گفتم. دوست دارم یه کاری رو انجام بدم که خودم هم وقتی به تماشای اون میشینم لذت ببرم ازش. وقتی کاری رو خودم نتونم تماشا کنم و تحمل کنم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ایشالله که شرایط جور باشه. من یک اخیراً کاری رو انجام دادم به نام سارق روح که شنیدم نتفلیکس هم خریده، خیلی قابل توجه، یه کار خاصی بود. وقتی شنیدم احمد معظمی مثل پسر من از زمان مسافری حسن که شاید 17 سالش بود شروع کرد، همیشه این قلوبش داده بودم که با هم کار بکنیم. گفته بود اگه من مستقل کار کنم اما کار کمکم میکنه. گفتم حتما. و الان یکی از بچه های مستعد ماست. شما این کار رو ببینید، نورپردازیش، شاتا، بازی ها، همه اصلا کار کلن تفاوت داره. اگر شاید هم دیده باشید راجب این نهنگ آبی و پولشویی ها و اینا هست، البته سیاسی نیست کار، اسمش اینجوری فکر میکنه آدم هست، ولی کار کاملا توی کنفرانس مطبوعاتی هم گفتم و اون نقدی که انجام شد با حضور داشتیم گفتم این کار کاملا اجتماعیه. یه کاری هم تازگی قرار داد بسیم به نام خواب زده برای سینمای خانگی که با سیروس مقدم عزیزم که کارگردان است، سعید نعمت‌الله نویسنده هست و دوستان دیگری که حالا همکاری داریم. شاید درست نباشه الان من اسم بگم، شاید هنوز تصویب نشده، تایید نشده. خیلی خوب، پس ما به زودی در سینمای خانگی آقای نوذری عزیز رو دوباره خواهیم دید. یه سوال تخصصی بپرسم، چون توی سال اولم به این نکته اشاره کردین، بازیگرانی دارن وارد سینما میشن که افراد مشهور اینستاگرامی هستن، نظرتون چیه؟ ماها راجع به اینجور چیزا وقتی صحبت میکنیم بده میشیم، ولی من مهم نیست برام اگر بدم بشم، اما نمیخوایم به هیچ کس توهینی بکنیم. ولی من یه جمله میگم، هر کسی برای هر کاری ساخته نشده و بهترین قاضی خود اون شخصه. من امروز توی کاری وارد شم و خودم ببینم، یعنی خودم اصلا با تشخیص بدم که این کار مال من هست یا نه. اگر تجربه‌ام کردم، یک بار نوبر کردم، دیگه نباید ادامه بدم اگر مال اون کار نیستم. موقعی باید ادامه بدم که احساس کنم چیزی برای گفتن دارم. و متاسفانه تعمدی وجود داره که عده میخوان پول بدن بیان توی کاری، حاضرن، میگه من حاضرم، عمو به من میگه عمو 5 میلیون بدم خوبه بیام. گفتم برای چی پول بدی بیای چیکار کنی؟ اگر چیزی در چنته داری باید رو کنی و اون باعث بشه بیاید. پول بدی یک باره، دو باره، به زور میخوای خودتو نگه داری توی کار. و این برای هر دختر و پسری که جدید بخواد وارد بشه، عزیزان من اینو بهتون میگم، خواهش میکنم خودتون با خودتون کنار بیاید و خودتون رو باور کنید. اگر میدونی برای این کار میتونی کاری بکنی بیا، اگر نه نیا، خودتو کوچیک نکن. ممنون از پاسخ خوبتون. متاسفانه گاهی وقتا شهرت باعث میشه که افراد نخوان باور بکنن حقیقت رو که آیا مال این کار هستن یا نه، و فکر میکنن که خب ادامه میدن و این اتفاق میفته. و به نظر من اهالی سینما باید حواسشون جمع‌تر باشه تا این اتفاق نزنی اتفاق بیفته. کسایی چون شما نباید بیرون میدون باشین، باید سر جاتون باشین و نذارین اتفاق بیفته. اون لطفته عزیز من، توی میدان بودن و کنار
نرفتن یک بحثیه. یه بحث دیگه است، خواهش میکنم از همکارام که شماها هستین که به اون کسی که این کاره نیست پروبال میدید، وگرنه اونا پرن، خیلی دوست دارن بیان. شما نباید به هر کسی پروبال بدید، چون به نفع نه این کار هست، نه این صف، نه خود اون طرف. اون طرف ممکنه تو یک نقاشی موفق باشه، شما دارین جلو کارشو میگیرین، حتما راهنماییش کنید. بی خودی کسی رو نپذیرید و بی خودی هم کسی رو پس نزنید. کمدی یه زمانی آقای نوذری ها بودن، منوچهر نوذری ها بودن که با صداشون توی رادیو مردم میخندیدند. روزگارانی هستیم که همه سعی دارن مردم رو بخندونن، دلیلشون اینه که حال مردم خوب نیست، مردم باید بخندن و سعی میکنن فیلم کمدی بسازن. همه فیلم ها شده کمدی، اما من فکر کنم که مردم زیاد نمیخندن. نظرتون درباره ساخت این همه فیلم کمدی و اکران این همه فیلم کمدی چیه؟ قصدم توهین یا اهانت به شخص یا گروه خاصی نیست، اما به خوبی هم ما هم خود اونها میدونن که تصورشون بر اینه که کمدی میسازن. اون کمدی نیست، اون چه که میسازن گستاخیه، لوسبازیه. تک و توک ممکنه کار خوب در بیاد، خودمونم اینو میدونیم. بعضی موقع شاید نتونی با خانواده حتی اون کار رو ببینی، چون به هر قیمتی میخوان بخندونن، چون بلد نیستن به هر دری میزنن، ولی این قشنگ نیست. پدر یه روزی گفتش که خرجهایی که داره میشه و هزینه‌هایی که میشه، امیدوارم که این بودجه برای کمدی خرج بشه و هزینه بشه، ولی من چیزی نمیبینم. سپاس از شما. سپاس از شما. و یه شعری از فریدون مشیری یادم اومد که این اواخر خیلی مصداق داره برای همه جهان، این خاص ایران نیست، چون جهان بلبشو و پر از تلاطمی داریم که نابسامانی بیداد میکنه، ناعدالتی، بیعدالتی، بیمروتی و متاسفانه خیلی چیزا. روزگاری بود که مردم دنیا دلشون درد نداشت، هیچ کس دغدغه آنچه که میکرد نداشت. چشمه سادگی از لطف زمین میجوشید، خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت. افتخار اینو دارم که در کنار جناب آقای حسن فتی هستم. آقا درود بر شما. متشکرم. درود بر شما. آقا چه خبر؟ قرار کار جدید از شما چی ببینیم؟ بعد از شهرزاد همچنان مردم نمیدونم منتظر ادامه شهرزادن که شما میگین بیخیال شهرزاد چی؟ ما بگیم منتظر چی باشن؟ ببینید، ادامه شهرزاد رو من توی یه گفتگویی گفتم منوط به اینه که بازیگران سریال در واقع وقتشون آزاد بشه. الان همشون درگیرن، قراردادهای مختلف دارن، سریال، سینما، یا بعضیشون حتی در ایران نیستن. بنابراین اون منوط، با توجه به اینکه من با همون بازیگرها میخوام کار کنم، منوط به اینه که یک، اونا وقتشون آزاد بشه، دو، اساساً علاقه و تمایلی به اینکه فصل 4 ساخته بشه داشته باشن. اما اون چیزی که مسلمه اینه که فصل 4 قصهش رو من دارم، قصه فصل 4 رو، و اگر همراهی بشه و علاقه من بشن گروه بازیگرا، خب توی فرصتی حتما خواهیم ساخت. این که الان چی کار میکنم؟ الان فعلا فقط تدریس میکنم، چند تا ایده و فیلمنامه هستش که فعلا در حال بررسی هستم که ببینم نهایتا کدوم رو تصمیم میگیرم بسازم. ما امیدواریم که اگر شهرزاد ساخته نشه یه سریال درجه یک دیگه از شما ببینیم. آره؟ اولویت من فعلا سینماست و دو سه تا فیلمنامه سینمایی که رونا دارم کار میکنم، و بعد از اینکه اگر احتمال ساخت اینها فراهم شد اون موقع میشه راجبه سریال. و شما هیچ وقت به تلویزیون بر نخواهید گشت؟ ببین، فکر میکنم که تو این سالهایی هم که من کار کردم، نسبت من با تلویزیون نسبت دو طرفی بوده که به سختی همدیگر رو تحمل کردن. یعنی تلویزیون هم فکر میکنم یه جور منو تحمل کرد و هر حال شرط و شروط منو، حساسیت های منو، منم یه جور تحمل کردم. الان هم دلیلی نمیبینم که بخوایم همچنان همدیگر رو تحمل کنیم. هم برای تلویزیون
فیلم ساز خوب زیاده که باشون کار کنه، هم برای من به هر حال بیرون از تلویزیون کار کم نیست، بنابراین ترجیح میدم که کار نکنم با تلویزیون، به خاطر اینکه خب دیدگاه ها خیلی متفاوته، نگاه هایی که نظایر من دارم با نگاه های به هر حال رسمی که در تلویزیون وجود داره با همدیگه نمیتونند همکاری کنند. آقا همه تو این سالها خیلی بازیگران جدید دارن به سینما اضافه میشن، یه بحث داغی این روزا هست استفاده از آدم‌های معروف اینستاگرامی در فیلم‌ها. آیا در فیلم‌های جدیدی که از شما خواهیم دید بازیگر جدید خواهیم دید و آیا همچین فکری به ذهن شما هم خطور کرده که از این بربچه‌ها استفاده کنین، چون بینشون آدم‌های با استعدادی هم هستن؟ ببین، من در طی این سال‌ها ترجیح همین بوده که از هنرجوهای دانشگاهی و آموزشگاهی و بازیگران تئاتر استفاده کنم. نتیجه خوبی هم گرفتم از این رویکرد خودم و دلیلی نمیبینم بخوام این رویکرد رو عوض کنم. من ترجیح میدم با کسانی کار کنم که پله پله رشد کردن و صرفا به خاطر اینکه حالا رنگ و رویی دارند و چهره ای دارن و چه میدونم تعداد فالوورزاشون تو اینستاگرام زیاده، من گول این چیزا رو نمیخورم و ترجیح میدم که گفتم با علاقمندان جدی هنر نمایش در حوزه بازیگری، به خصوص بچه های با استعدادی که در فضای تئاتری ما فعالیت دارن، اونا به هر حال اولویت های من هستند. خدا رو شکر، سپاس از شما. در کنار سرکار خانم هانی توسلی بازیگر عزیزمون هستیم. سرکار خانم درود بر شما. سلام، درود بر شما. مرسی. سپاس. چه خبر؟ امسال جشنواره فجر چند تا فیلم از شما می‌بینیم؟ والا نمیدونم، من امسال یه دونه فیلم بازی کردم، اونم نمیدونم که به جشنواره میرسه یا نمیرسه. یعنی چرا؟ سازندگانش نمیدونم دوست دارم به جشنواره بدن یا دوست ندارن. خب به ما بگین که تئاتر کار می‌کردین درسته؟ تئاتر هم بله، من الان دو تا تئاتر در برنامه‌ام دارم که ایشالله یکیش دی ماه اجرا میره، یکیش هم چند ماه بعدش. خیلی خوب، ما منتظریم. پس خانم توسلی، یه بحث داغ این روزا هست درباره بازیگرهایی که از معروف شدنشون تو اینستاگرام بازیگر میشن، فالوورشون زیاده یا کارهای دیگه میکنن و بعد دوستان سینمایی ترجیح میدن که از اونا توی فیلماشون استفاده بکنن. میشه نظر شما رو هم در این باره بدین؟ من به نظرم آدمی که با استعداد باشه به هر از هر مدیومی که باشه بالاخره یه جوری استعدادش رو نشون میده. به نظر من اگر کسی از طریق اینستاگرام معروف شده باشه ولی یک استعدادی داشته باشه، چرا که نه. ولی بعضی از این معروفیت‌ها خیلی الکی و فیکه، یعنی طرفی چه استعدادی نداره. یه سری اصولا سلیقه مردمم توی معروف شدن بعضی کسا مهمه، یعنی میدونی مثلا آدم احساس میکنه خب چرا این آدمه با این ریخت و قیافه عجیب مضحک مثلا اینقدر معروفه، بعد احساس میکنی سلیقه عمومی. بعضی هم خودشون میدونن که چجوری بگم، نمیخوام به کسی توهین کنم، ببینید بعضی خودشون میدونن که مثلا این کار نیستن، یعنی چیزی که ارائه میدن به لحاظ هنری ارزشی نداره و مردم به یک دلیل دیگه ای فالوشون میکنن، به دلیل اینکه بخندن بهشون. اونا هم خیلی پدیده عجیبیه. به نظر من ببینید، مثل یک پدیده ای که چه میدونم مثل تلفن که مثلا 100 سال پیش این شکلی وجود نداشته، یا تلویزیون یا ماهواره یا هر چیز دیگه ای، به هر حال الان شبکه‌های مجازی هم یه پدیده ایه که هممون داریم ازش استفاده میکنیم، هم به لحاظ خبری هم همه چی، ارتباط و اینا هم همش میشه بررسی بشه به لحاظ جامعه شناسی. یعنی آدمایی که معروف میشن تو اینستاگرام به چه دلیل معروف میشن، بعد مثلا احساس میکنید تو جامعه چه مشکلاتی وجود داره که اون مثلا داره بولد میشه. ولی این که الان مثلا یه آدم یک استعدادی داره با نمک یا یه قدرت اجرایی داره، حالا بره توی یه فیلم، چه اشکال داره؟ اون یک مدیومی داشته ازش استفاده کرده که دیده بشه. اگه اینستاگرام نبود یه کار دیگه میکرد، کما اینکه بعضیشون حتی بازیگر هم بودن ولی بازیگرای معروفی نبودن، بعدن معروف شدن. چقدر حرف
حرف زدم، ببخشید. نه، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. مرسی از پاسخ مثبتتون، چون معمولا در این زمینه پاسخ منفی میگیریم. میشه مثبت نظرم. من میگم هر کسی استعداد داشته باشه دیده میشه. کسی هم که به زور وارد سینما بشه، استعداد نداشته باشه، دیگه کسی دنبالش نمیره. ولی کسی خوب باشه راهش باز میشه بالاخره. سینما تقریبا نمیدونم الان فیلمای روی پرده رو اگر حساب بکنیم با هم میبینیم که اکثرشون فیلمای کمدی هستن. دلیل خیلی از این تهیه کننده و فیلمسازا برای ساخت چنین فیلمهایی هم اینه که مردم حالشون خوب نیست و ما ترجیح میدیم که فیلم کمدی بسازیم تا بخندن. شما هم اینطور فکر میکنید؟ یعنی فکر میکنید نیازی نیست ما مشکلات اجتماعیمون رو توی فیلمها ببینیم؟ ببینید، همه چیز رو، هر پدیده ای رو به نظرم اگه از بیرون بهش نگاه بکنیم و به طور جمعی بررسیش بکنیم، به طور کلی این پدیده رو بررسی بکنیم، به یک جوابهایی میرسیم. منم راستش فکر میکنم که یه خورده تعداد فیلم های کمدی زیاد شده، سطح کیفی فیلم ها یه خورده اومده پایین. به صرف اینکه هر فیلم کمدی میفروشه، خب عده بیشتری تمایل پیدا کردن که برن فیلم کمدی بسازن، کیفیت ها یه خورده اومده پایین به طور کلی. ولی میگم وقتی از بالا که از بیرون که نگاش بکنی، دقیقاً همین حرفی که شما میزنید، تو جامعه چه مشکلی وجود داره که همه میرن فیلم کمدی میبینن؟ هرچند یک فیلم اگه خیلی خوب ساخته بشه، کمدی هم نباشه، به نظر من دیده میشه. مثلا فیلم های آقای فرهادی که کمدی نبودن، هر کدومشون در نوع خودش زمان اکران در ایران موفق بودن. یعنی به هر حال مردم فیلم خوبم دوست دارن ببینن، صرفا این نیست که فقط برن فیلم کمدی. ولی آره، این یک پدیده ای که یه خورده داره مشکل ساز میشه. من همینجای تشکر میکنم از خانم توسلی، بدانید که از نامبر وانای ما هستن در حیطه خودشون. چرا همینطوره؟ اما هر بار حاشیه هم ندارن خدا رو شکر، هر بار رسانه ها میرن سراغشون، انقدر با احترام، انقدر خوب رفتار میکنن. واقعا بعضی از عزیزان ما رسانه ها رو اذیت میکنن آخه، و دلمون پره. و دمتون گرم به خاطر این رفتارتون، به خاطر اینکه احساس میکنین که باید ارتباط داشته باشیم، ما واسطه هستیم. و فکر و مرسی از شما. و میخوام یه سوال ازتون بپرسم که شما چه نقشی همیشه توی ذهنتون بوده که فکر میکردین باید بازی بکنین و تا حالا این نقش بهتون پیشنهاد نشده و آرزو؟ من والا فکر میکنم هنوز اون نقشی که باید رو بازی نکردم. نمیتونم بگم نقش خاصیه، مثلا بگم معتاده، یا مثلا بگم زنه مثلا قویه، نمیدونم سوپر هیروه، نمیدونم. ولی کلا احساس میکنم هنوز از توانایی های بازیگری واقعا هنوز استفاده نکردم که بگم من خیلی توانام. ولی به هر حال احساس میکنم یک نقشی هنوز وجود داره که من بازیش نکردم در یک فیلم خیلی خوب و یک فیلمنامه خیلی خوب که خیلی خوب شخصیت پردازی داره و با ریزکاری پرداخت شده. حالا من نقش خوبو دوست دارم، مهم نیست دقیقاً چه نقش. اشاره کردیم به فیلمنامه ها، مرسی از شما. فکر کنم که خب به شما فیلمنامه های زیادی پیشنهاد میشه، فیلمنامه هایی که میفرستم برای شما تا بخونین و پاسخ بدین که بازی میکنین یا نه. اوضاع فیلمنامه نویسیمون چطوره؟ ببینید این بله این روند کمدی که میگیم به هر حال تو پیشنهادات ما هم هست. منم البته فیلم کمدی خوب خیلی دوست دارم که کار بکنم، ولی این چیزی که شما میگین درسته. یعنی به منم حالا کارهایی که میخونم و پیشنهاد میشه یه ذره بیشتر رفته سمت کمدی، ولی به نظرم اون فضای جدی هم باید در نظر گرفت. مرسی، خواهش میکنم. سرکار خانم گوهر خیراندیش، بازیگر درجه یک، اخلاق باحال، مرام با معرفت، خیلی خوب بازیگر فیلم لس آنجلس تهران، یا اسم قبلیش تهران لس آنجلس، درسته؟ فرقی نمیکنه، لس آنجلس تهران، تهران لس آنجلس. بله خیلی جالب بود، هوشمندی به خرج داد تینای عزیز. وقتی گفتن اون نباشه گفت خیلی خوب، من برعکسش میکنم. هیچ فرقی نمیکنه به نظر من، مهم اینه که مردم فیلمو دوست داشته باشن و باهاش ارتباط برقرار بکنن، حس خوشایندی داشته باشن. هیچ فلسفی نمیخواست تینا حرف بزنه. من خودم امروز با شما فیلمو خواهم دید، ولی وقتی بازیش میکردم میدونستم که میخواد بعد از نیمه شب اتفاق افتاد که یک فیلم خب نسبتاً گریه‌داری بود و حزن‌انگیز، میگفت دلم میخواد که برای تماشاچی امروزم که یأس و ناامیدی و به هر حال مشکلات اقتصادی گریبانشون رو گرفته، یکم شادی آفرین باشم. امیدوارم این شادی رو ما تونسته باشیم و این لبخند رو به لب تماشاچی بیاریم. خانم گورخندش، همه این روزا همه فیلمای کمدی میسازن، یعنی بیشتر بچهای سینمایی فیلمای کمدی میسازن و ما همشون سوال میپرسیم چرا، میگن که همین مردم حالشون خوب نیست، باید حالشون خوب بشه. شما هم به این اعتقاد دارید؟ ببینید مثلا من الان تو فیلم، تو سینما، اگه من یک مصیبتای خودمو بگم، آیا اون تماشاچی که میاد میگه خوب این مصیبتا رو که من میدونم؟
چرا دوباره منو یادآوری میکنی؟ به نظر من چرا مثلا حتی آقای اصغر فرهادی میخواد کمدی بسازه؟ بنابراین فکر میکنم موقعیت و مشکلات مصائب جامعه باعث شده که تهیه کنندگان و کارگردان ها سرمایه گذاریشون رو بذارن رو فیلم کمدی. تشکر میکنم چون من میبینم حمایت هاشو از تئاتر، حمایت ها از بچه ها و فیلم ها. چه خوب شما ها تونستین خودتون رو تو دل همه سینماگرا و مردم باز بکنید. عزیزین شما، خانم خیراندیش، بعد از این همه سال کار کردن چه نقشی هست که هنوز بازی نکردم و دوست داریم بازیش بکنیم؟ والا من تقریبا همش رو بازی کردم. تقریبا میتونم بگم هیچی نمونده. اگر بگیم دیوونه، خب من تو ساغر دیوونه رو بازی کردم. اگه بگیم جدی، فیلمای جدی مثل حتی سریال میوه ممنوعه یا مثلا فیلمای دیگه مثل آذر شهر دختر پرویز و دیگران و خیلی های دیگه، حالا حماسی و جنگی و مشکل دارش ارتفاع پس، خیلی کمدیاش هم که تون تون مکس و این و اون همش داره. تقریبا میتونم بگم که فقط احتیاج دارم به دعای خیر مردم و اینکه بتونم این تتم عمری که برام باقی مونده مثل اسماعیل خانی که مرگ با عزتی داشت، منم زندگی با عزتی داشته باشم تا مرگ. انشالله که سالهای سال سلامت باشین و سایتون بالا سر سینما ایران باشه. بالا لطف شما، ممنونم، مرسی که آمدید. درود بر شما. مرسی. و بالاخره سرکار خانم تینا پاکروان، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده تهران لس آنجلس، لس آنجلس تهران. درود بر شما. سلام، مرسی. درود بر شما و بینندگان عزیزتون. لس آنجلس تهران، تهران لس آنجلس بگیم توقیف میشه. مراسم امشب چی بود خانم پاکروان؟ ما به روال همیشه اوپنینگ فیلم میگیرن، فرش قرمز میگیرن، این کار نخواستیم بکنیم. از ابتدا قرار بود که این فیلم حامی بنیاد دانش باشه که یک بنیاد خیریه است که برای بچه های یتیم کم بضاعت هزینه درمان و تحصیلشون و رفاهیشون رو فراهم میکنه. فکر کردم که این اتفاق ویژه‌ای میتونه باشه اگر که ما در واقع بی برد تبلیغی برای خود فیلم بیشتر به خاطر اون بنیاد در اواسط اکران یک مراسمی رو داشته باشیم و از هنرمندان درخواست بکنیم و از رسانه‌های عزیز درخواست بکنیم و از اسپانسرهای خیلی خوب فیلممون هم درخواست کنیم بیان و در کنار یک خیریه قرار بگیریم. خیلی خوب، خیلی از هنرمندای عزیزمون امشب توی این مراسم شرکت داشتن، خوشبختانه که با اکران فیلم هم همراه بود. خان پاکروان، چرا کمدی ساختین؟ چی شد؟ فانتزی. حال مردممون خوب نیست. یه ذره فشارهای اقتصادی، یه ذره بیشتر از یه ذره فشارهای اقتصادی، فشار سیاسی و فضایی که دارن در بیرون ایران یا داخل ایران بهشون فشار میاره و دلشون میخواد که لحظاتی از خودشون و از این حال بعدشون در واقع رها بشن. به همین دلیل که ما میبینیم که مخاطب فیلم های کمدی ان، مخاطب تئاتر های کمدی یا موزیکالن یا کنسرت ها، میخوان حالشون رو خوب بکنن و فکر میکنم که این مهمترین دلیل من بود برای رفتن به این سمت. و وگرنه من خودم آدم طنازی نمیدونم. برای کمدی ساختن یک روحیه ای میخواد و یک روی میخواد که من شاید خیلی شا ندارم، ولی احترام به مخاطبم مهمترین چیزی بود که دلم میخواست برم دنبالش. خیلی خوب. اوضاع گیشه چطور بود؟ خدا رو شکر، به شکر خدا، به شکر تبلیغات خوب و به شکر حمایت مردم که واقعا دستشون رو میفشارم. خیلی خوب، خدا رو شکر. خدا رو شکر. یکی کمی سرسده به پار شده بود برای اکران فیلم، درسته؟ چه کردین با این اوضاع؟ آره، یک سری حملات عجیب غریب از روز اول در فضای مجازی علیه ما شروع شد که این دامنش کشیده شد بعدن به مطبوعات، یه مطبوعات زردی که در واقع دیگه تقریبا اوت شد از چرخه سینما و هر روز تیتر یک بود و سعی کرد دامن بزنه به این قضیه و الحمدلله به شکر خدا خیلی موفق نبودن. این فروش 6.5 میلیاردی در واقع این رو حکایت میکنه که مردم دیدن و فیلم رو استقبال کردن. البته من اصلا این که ده ممکنه فیلم رو دوست نداشته باشن یا نقدی داشته باشن رو انکار نمیکنم و خیلی احترام میذارم و تمام اون انسانهایی که منتقدینی که کسانی که بینندگان عزیزی که فیلم رو دوست ندارن یا نقد میکنن، ولی با احترام ازشون یاد میگیرم برای بعدها. و کار بعدیتون چیه؟ یک درام پر از عشق و جنون. شروع کردی؟ نوشتنش رو. و فکر میکنین که میسازید؟ معلوم نیست هنوز. میسازید. ما منتظریم. عزیزی مرسی، خیلی ممنون و خوشحالم که
تو این سرزمینم و برای این سرزمین می‌سازم. سپاس از شما. پویا رحیمی سام بازیگر خوب تئاتر، تلویزیون و سینما، یه سریال خوب داره الان. نجوا سلام. سلام به شما و همه کسایی که دارن این برنامه و ویدیو رو می‌بینن. درود بر شما. آقا نجوا مثل این که خیلی طرفدار پیدا کرد این روزا، یعنی گرچه کم تلویزیون می‌بینن مردم، اما نجوا سر صدا کرده. اصلا اینطوری نیست. چون نجوا به نظرم سریال خیلی خاصیه و همونطوری که خود سازندگانش پیش بینی می‌کردن برای طیف مخاطب خاص ساخته شده که اتفاقاً بر اساس سریال‌های مرسوم تلویزیونی که جنجال‌های خودشونو دارن و اتفاقات تبلیغاتی خودشونو دارن خیلی به اون گستردگی نرسیده، ولی کسایی که دارن سریال دنبال می‌کنن سهه می‌ذارن روی موضوع که بسیار سریال متفاوتیه برای تلویزیون. خودم هم فکر می‌کنم ما توی سال‌های اخیر یک سریال با این شکل و شمایل، مخصوصاً از حیث اینکه سازندگانش پافشاری کردن برای یک ریسک مهم توی تلویزیون، چیزی که سالها به نظر من کسی جرأتشو نکرده انجام بده، نجوا از این حیث به نظر من شامل توجهات ویژه‌ای شده. در حقیقت متفاوته. بله خیلی، به نظرم هر کسی که سریال رو دیده راجع به این حرف میزنه، اهم از اینکه دوست داشته باشن یا نداشته باشن، اینکه سریال بسیار متفاوتیه. میخوام بدونم که یه زمانی که کارگردان‌های خیلی خوب ما هم و خیلی از کارگردان‌های ما هم رابطه شما تلویزیون خوب بود و سریال می‌ساختن، اینطور بود که اغلب بازیگرایی که الان توی سینما هستن یا سوپر استار ما هستن یا استار هستن از طریق تلویزیون معروف می‌شدن. می‌خوام بدونم که این اتفاق برای تو در سریال نجوا افتاده یا نه، یعنی تو بعد از نجوا چقدر پیشنهادات بیشتر شده؟ مقوله پیشنهادات و مقوله نگاه مردم و شناخته شدن توی عام مردم به نظرم الان حداقل خیلی متفاوته. خدا رو شکر نجوا به لحاظ بازخوردهای پیشنهادی و اینکه توی بدنه سینما و تلویزیون خیلی متوجه این بازی بشن، الهی شکر برای من خیلی اتفاقا خوب بوده. اما به نظرم ما تو دوره سختی از تلویزیون هستیم. به نظرم میاد سریال های تلویزیونی اونطوری که قبلا همه ماها همه کار و زندگیمون رو ول می‌کردیم و می‌شستیم می‌دیدیم، به نظرم دیگه اونطوری نیست. شاید تلویزیون دیگه اون محبوبیت گذشته رو نداره. به خاطر همین فکر میکنم دیگه دوره‌ای که یک بازیگر با یک سریال تلویزیونی تبدیل به یک بازیگر شناخته شده در سطح گسترده باشه دیگه نیست. کما اینکه من از همه چیز خیلی راضیم، چون من 2 سال برای این سریال وقت گذاشتم، نقشمو بسیار دوست دارم. به نظرم یکی از بدیع ترین کاراکتر منفی های تلویزیون حداقل معاصره و خودم پیش بینی میکردم که همچین اتفاقی بیفته، ولی خب خدا رو شکر برای من به لحاظ حرفه‌ای هم اتفاق بدی نبوده. وقتی که مردم عام از بازی خوب شما توی نجوا حرف میزنه، من اینو واقعا شنیدم، قطعا مورد توجه اهالی فن هم قرار میگیره بازیتون، قطعا همینطوره. آره خدا رو شکر. میگم کسایی که سریال رو دارن دنبال میکنن از حیث این که بعد از سالها تلویزیون سریالی داره که اینقدر به شعور مخاطب احترام گذاشته، خیلی خیلی بازخورد مثبته. حتی اگر ریتم تمپوی سریال یا حتی لحن سریال خیلی هم سلیقه نباشه با طیف‌های مختلفی از مردم، ولی برای من اتفاق خیلی خوبی بوده. من بسیار سریال رو دوست دارم، بسیار از کار کردن هم با ابراهیم شیبانی و از همه مهمتر با سعید شاه‌سواری که به نظرم جزو فرهیخته‌ترین تهیه کننده های کشورمون هستن، چه توی سینما چه توی تلویزیون، بسیار خوشنودم. آقا بعضیا از جمله فیلمبردار ما معتقدن که سریال نجوا داستانش پراکندگی داره و فیلمنامه شاید سر و شکل منسجمی نداره، همینطوره؟ من فکر می‌کنم که فیلمبردارتون خیلی مثل شما حتما سریال رو کامل و دقیق دنبال نکردن، حدسم اینه. یعنی نجوا از اون سریال‌هاییه که، چون من واقعا با خانواده خودم هم همین مشکل رو دارم، اصلا سریالی که شما وسطش برید چای بریزید برگردید اینا نیست، اصلا نیست. یعنی واقعا اولا که به لحاظ ادبیات دیالوگ‌های سختی داره برای شنیدن. من به نظرم این ریسک رو حالا توی تلویزیون خیلی، شاید سالهای خیلی خیلی دور، خدا بیامرز حاتمی کرده توی تلویزیون. برای دنبال کردن نجوا حتما واقعا نیاز به تمرکز، نیاز به وقت گذاشتن 50 دقیقه‌ای هست. من این ایراد رو رد نمی‌کنم، چون هر مخاطبی به نظر من به اندازه چشمان خودش محترمه، اما من فکر می‌کنم که حتما نجوا از اون سریالی که باید با تمرکز ویژه‌ای دنبال بشه. درود بر شما، امیدواریم شما رو هرچی بیشتر 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 در تلویزیون، در سینما و در تئاتر ببینیم. سپاس. خیلی متشکرم.